Bonjour les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Learn and Enjoy avec moi Ghazale. Salam dostay aziz be channel khodatun Learn and Enjoy hamrah ba man Ghazale khosh omadid. Aujourd'hui, nous allons reprendre le thème le DELF B1. میخواییم دوباره در مورد دلف B1 صحبت بکنیم و این ویدیو سومی ویدیو از مجموعه ویدیوهای ورل دلف هست. ورل دلف B1. خب توی این ویدیو قراره که قسمت پایانی و در واقع امتحان شفاهی رو بررسی بکنیم، نکاتی که لازمه بدونید و بر اساس اون نمرتون بالا پایین میشه و اینکه سوال ها به چه صورت هست و شما در طول امتحان باید به چه چیزایی دقت بکنید. میخوام در مورد همه اینا بحث بکنیم. می اوان سولان سدان رو بیفتو سوژه نوبلیه پت بوزبانه ایسی اکلیکه سولا کلاشت سپختی. Maintenant, nous allons en fait parler des étapes différentes de l'épreuve orale ensemble et nous allons voir des exemples. خب امروز میخوایم با هم دیگه در ادامه ویدیوهای قبل بریم و ببینیم که هر قسمت از امتحان شفاهی به چه صورت است. L'entretien dirigé. در واقع گفتگویی که مدیریت میشه توسط کی؟ توسط اون ممتحنی که جلوی شما هست. خب vous parlez de vous, de vos activités, de vos centres d'intérêt, vous parlez de votre passé, de votre présent, de votre projet. De vos projets, l'épreuve se déroule sur le mode d'un entretien avec l'examinateur qui amorcera le dialogue par une question, par exemple bonjour, pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de votre famille. این قسمت در واقع به شما توضیحات لازم رو داده. شما قراره که در مورد خودتون، گذشتتون، تجربیاتتون، پروژه‌های آینده‌تون صحبت بکنید و ممتحن وارد صحبت شما میشه، یعنی مداخله میکنه، ازتون میپرسه خب اینجا چرا این کار کردی یا چرا اون کار نکردی. به هر حال یه سوالی از شما میپرسه. شما متکلم وحده نخواهید بود، اون ممتحن وارد در واقع صحبت شما میشه و سری سوالاتی ممکن ازتون بپرسه. این قسمت لانتروتین دیریژه بود. توی بخش بعدی ما اگزرسیس آن انتراکسیون رو داریم. La deuxième partie c'est l'exercice en interaction et pendant cette partie vous allez en fait avoir deux sujets et vous allez en choisir un. Vous jouez le rôle en fait qui vous est indiqué. خب دو تا سوژه بهتون میدن، یه نقش رو انتخاب میکنید و بر اساس اون در واقع تمرین میکنید، با تمرین تعامل میکنید با ممتحنتون. نکته مهم این قسمت در واقع این مثالی هست که ما اینجا داریم. Vous êtes en France et vous proposez à votre ami français de partir en week-end. Il n'a pas envie de voyager. خب مثال رو براتون اینجا آوردیم. میبینید که اینجا سوژه مشخصه، سوژه نمره 3 هست و وضعیت رو اینجا، سیتواسیون رو براتون توضیح داده. شما قراره نقش کی رو بازی کنید، اگزامیناتور قراره نقش کی رو بازی کنه، این هم مشخص شده. بنابراین نقش ها واضحه، شما فقط باید نقش رو به درستی ایفا بکنید. همونطور که اینجا میبینید شما یک جدول دارید. اینجا در واقع این جدول دست ممتحن هست که بر اساس مطالبی که توش قید شده به شما نمره میدن. این که بتونید نظرتون رو درست بیان بکنید، به وضوح بیان بکنید، میتونید پافشاری بکنید روی حرفتون و اگر که وضعیت پیچیده پیش اومد میتونید به احساستون غلبه کنید، از تو ما و وایما به درستی استفاده میکنید و در واقع اگر که سیچواسیون شرایط دوستانه هست تونتون رو تغییر میدید، از واژه های مربوطه استفاده میکنید و یا برعکس در شرایط فرمال و محترمانه تغییر میدید کلامتون رو. همه اینا مهم هست و بر اساس اونها هست که ممتحن به شما نمره میده یا از شما نمره کم میکنه. نکته دیگه که اینجا مهم هست اینکه شما بتونید روی یک نظری در واقع
کامنت بذارید و اون رو باز بکنید، توضیح بیشتری بدید و اینکه ریاکشن درستی به ممتحنتون داشته باشید. خب قسمت در واقع بعدی ما یه سری توصیه ها هست که درباره استفاده از توی و وو به در زمان مناسب هست. فرمول دو پولیتس های مناسب رو براتون آورده، بونجور یا سالو، مرسی یا سیل وو پلی، سیل تو پلی، اوروار یا سالو، که خب همه اینا بسته به شرایط انتخاب میشه. و این مهمه که شما وقتی که ممتحن به شما پیشنهاد داد، شما هم نظر خودتون رو بگید و اگر مشکلی پیش اومد بتونید اونجا حل بکنید. این که شما بتونید از اون وضعیت پیچیده بیایید بیرون سر جلسه امتحان، یک نکته خیلی مهم در سطح B1 هست. Alors voyons maintenant la dernière partie de l'épreuve orale qui est l'expression d'un point de vous. Voyez-vous que ici il y a un exemple. La consigne c'est que vous tirez au sort, vous choisissez par hasard deux sujets et vous en choisissez un. Vous dégagez le thème soulevé par le document et vous présentez votre opinion sous la forme d'un exposé personnel de 3 minutes environ. L'examinateur pourra vous poser quelques questions. خب به شما در واقع توی این قسمت مونولوگ سویوی که 5 تا 7 دقیقه طول میکشه دو تا سوژه میدن، شما یه سوژه رو انتخاب میکنید و بعد تم اصلیش رو در واقع به ممتحنتون میگید و بعد در نهایت یک اکسپوزه پرسنل یعنی بیان نظر شخصی خودتون رو خواهید داشت در قالب یک در واقع سخنرانی 3 یا 4 دقیقه و ممتحن میتونه توی این زمان از شما سوالی هم در زمانی که دارید صحبت میکنید از شما سوال بپرسه. 10 دقیقه در این قسمت از آزمون شفاهی به شما وقت میدن برای آماده سازی. برگه جلوتون دارید و میتونید ایده‌ای که به ذهنتون میاد یادداشت بکنید، فکرتون رو منظم بکنید. مثل اینجا که یک مثالی آورده از دلف B1 تو پوبلیک. استرس او زگزمن. یه متنی هست در واقع از حالا یک سایت فرانسوی نایس متن گرفته شده و در مورد یک موضوع صحبت کرده، استرس او زگزمن. استرس امتحانات چطور میشه اون رو در واقع آرام کرد، کنترل کرد. متن رو که خوندی تم اصلش رو عنوان میکنید و بعد در نهایت شروع میکنید به صحبت کردن در مورد نظر خودتون. توی این قسمت چه نکاتی لازمه که ما در واقع بهش آگاه باشیم که بر اساس اون به ما نمره میدن؟ اینکه باید سوژه ای رو که میخواین در موردش صحبت بکنید به وضوح بیان بکنید و بعد بتونید افکارتون رو منظم کنید، المان‌های ایدتون رو با نظم و در واقع منطق بیان بکنید. جایی که نیاز هست باید اگزامپل مثال بیارید، مثال ها باید دقیق و مربوط باشن، ارگومان یعنی ادله شما باید قانع کننده باشه و استراکچر دیسکورستون باید درست باشه. یعنی چی؟ یعنی باید از کانکتور لوژیک ها حروف ربط استفاده به جایی داشته باشید و در نهایت هم توصیه هایی بهتون کرده اینجا که سوژه رو خوب بخونید، چون خیلی مهمه که درست متوجه شده باشید. و در نهایت اینکه براتون جنبندی کرده، دکیومنت رو باید معرفی بکنید، چی هست، تمش چیه، سوژهش چیه، نوعش چیه، انونس هست یا مثلا آرتیکل مجله هست و بعد شروع کنید به صحبت کردن در موردش. Et voilà, c'est fini une autre vidéo sur le thème le DELF B1. این هم آخرین ویدیو از مجموعه DELF B1. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و بتونید با توجه به اطلاعاتی که یاد گرفتید امتحان رو بهتر و بهتر و بهتر بدید. یادتون نره که ما منتظر سوال‌های شما در خصوص امتحان B1 هستیم. برامون کامنت بذارید. کامنت‌ها رو با اشتیاق می‌خونیم. ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید و به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیوهای بعدی، au revoir.